سلام دوستای عزیز، وقتتان بخیر. به چینل ای پلاس خوش آمدید. در این بخش به اطلاعاتی درباره یکی از پادشاهان افغانستان به نام امیر عبدالرحمن خان میپردازیم. لطفاً تا پایان ویدیو با ما همراه باشید و نظرهایتان را در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. عبدالرحمن سومین پسر محمد افضل خان، نوه امیر دوست محمد خان، امیر افغانستان از دودمان باریکزای است. او در زمان زمامداری پدرش به عنوان فرماندار قطغن و بدخشان ایفای وظیفه میکرد. عبدالرحمن با عموی شیرعلی خان جنگید و پس از شکست خوردن به بخارا فرار کرد. او در سال 1866 میلادی به افغانستان بازگشت و شیرعلی خان را شکست داده و پدرش محمد افضل خان را بر تخت سلطنت نشاند. پس از 3 سال شیرعلی خان بار دوم قدرت را به دست گرفت و عبدالرحمن پا به فرار گذاشت. پس از مرگ شیرعلی در سال 1880 میلادی، عبدالرحمن با پذیرش شرایط و درخواستهای بریتانیا اداره کابل را در دست گرفت. او ابتدا قندهار و هرات را از یعقوب خان فرزند و جانشین شیرعلی پس گرفت و سالهای بعد ناحیه ترکستان شامل ولایتهای بلخ، فاریاب، جوزجان و تخار را تصرف کرد. سپس عبدالرحمن متوجه هزاره‌ها شد و از آنان درخواست پذیرش حاکمیتش و دادن مالیات را کرد. قیام‌های مردم هزاره یا نسل‌کشی هزاره‌ها توسط عبدالرحمن خان به مجموعه قیام‌های مردمان هزاره گفته میشه که بین سال‌های 1888 تا 1893 میلادی در برابر ظلم و استبداد حاکمان پشتون افغانستان به وقوع پیوست و در جریان آن بیش از 63% مردم هزاره قتل عام شدند و 20% دیگر به ممالک خارجه مهاجرت کردند. این رویداد پس از جنگ دوم افغانستان و انگلیس هنگامی رخ داد که عبدالرحمن خان با امضای معاهده نصف افغانستان را به قلمرو هند بریتانیایی واگذار کرد و با حمایت انگلیس تلاش کرد تا ترکستان، هزارجاد و کافرستان را تحت کنترل خود درآورد. بعد از حاکمیت کامل عبدالرحمن خان بر تمامی اراضی افغانستان، او ظلم و سرکوب هزاره ها را آغاز کرد و به دلیل مقاومت هزاره ها پس از چندین نبرد سرنوشت ساز، نسل کشی را بر روی جمعیت هزارجات انجام داد. زمین هایشان را بین پشتون ها توزیع کرد، زنان و مردان هزاره را به عنوان برده خرید و فروش می کردند. از این واقعه به عنوان فاجعه بارترین رویداد تاریخی مدرن جغرافیای افغانستان کنونی یاد میشه. مردمان هزاره مدت‌ها مورد آزار و اذیت گروه‌های شبه نظامی دولتی و غیر دولتی بودند. هزاره‌ها عمدتاً از مناطق مرکزی افغانستان هستند که به نام هزارجات یاد میشه. جوامع قابل توجهی از مردمان هزاره نیز در کویته پاکستان، مشهد ایران، کشورهای اروپایی و استرالیا به عنوان بخشی از هزاره‌های مقیم خارج زندگی می‌کنند. در طول سلطنت امیر عبدالرحمن خان میلیون‌ها هزاره کشته، اخراج و به بردگی درآمدند. در پی این کشتار رهبران سیاسی و مذهبی شیعه هزاره راهی زندان‌ها و کشتارگاه‌ها شدند. دارایی و مراتع هزاره‌ها مصادره شده و در میان پشتون‌های درانی و قلزایی توزیع شد. به گفته فیض محمد کاتب دربار، هر روز صدها سر بریده هزاره با بامیان و کابل فرستاده می شد. از آن سرها مناره های زیادی درست می کردند و اروزگان مرکز اصلی مقاومت هزاره ها تسخیر و کاملا خراب شد. نماینده انگلیس در کابل گزارش کرد که از تابستان 1271 تا تابستان 1273 خورشیدی حدود 9000 نفر هزاره به شکل کنیز یا غلام در بازار کابل خرید و فروش شدند. با قصب زمین‌های کشاورزی و تبدیل آنان به چراگاه‌های کوچی‌ها، کشاورزی و دامپروری هزاره‌ها رو به نابودی رفت. نسل کشی هزاره ها یا اقدام به نابودی کامل یک طایفه بزرگ از ساکنین بومی افغانستان از یک طرف و تعیین مرز بین افغانستان و هند بریتانیایی دو خیانت بزرگ عبدالرحمن در زمان حکومتش بود. هنری مورتیمر دبیر امور خارجه هند بریتانیایی و رئیس هیئت مذاکره کننده از سوی حکومت بریتانیایی هند در اواخر سپتامبر 1893 با امیر عبدالرحمن خان توافقنامه ای را جهت تعیین مرزهای شرقی و جنوبی افغانستان با هند بریتانیایی و امضا رساند. در پی امضای این معاهده تقریبا نصف افغانستان به قلمرو هند بریتانیایی واگذار شد که هم اکنون بیشتر خاک پاکستان است.